همینطور که بوش میاد توی هاوس هولدمون امروز هیچ کس حوصله نداشته چای درست کنه. یک چیزی که من هیچ وقت نمیتونم انجامش ندم مسواک زدن وقتی بلند میشم. مثلا دیشب مسواک نزدم چون اصلا حوصله نداشتم. مثلا دو شب در ماه ممکنه میشم مسواک بزنم و سه شب قبل از صبحونه میزنم که از صبحونم به لطافت و تمیزی بتونم لذت ببرم. خیلی سریع بعد اسکین کرم انجام بدم. باید دستتون رو صابون بزنیم بعد از اسکین کر. من خودم سه ماهه که دستامو صابون میزنم. قبلا منظرم این بود که خب خودش این صابون داره توش و دستم تمیز میشه و صورتم تمیز میشه. ولی فکر کنم پوست اینطوری کار نمیکنه. به خصوصی پوست به حساسی پوست من که اگر سرش داد بزنی جوش میزنه. یه همچین چیزی. اگر بخواید بدونید این شوینده سیمپله. تست حیوانی نداره، زیاد توش پلاستیک استفاده نشده. وگنه. عالی واقعا. قیمتش هم خوبه به نسبت. به نسبت کیفیتش خوبه. مثلا کیفیتش از نیتروژن هست. اینه. وای خیلی سریع. فقط باید کشکی یک مراقبت پوستی کلی کنم تونه. که برم کارامو بکنم. امروز خیلی کار دارم و گشنمه و تشنمه و میخوام با صبحونم سریال ببینم. این بیلندا کرم آبرسان میگم این هم فوق العاده است. بوی خیلی جالب و مهربون و نرمی داره. یعنی بوش مثل کوکی های خانه مادر بزرگه. بریم صبحونه بخوریم. غذا بدم. غذا میخواد؟ غذا بیا غذا بخور. بیا. اول از همه غذای پیپسی رو میگیم اونجا چون اولویت داره به همه. بیا بیا سلام ماما سلام. دارم غذا برام درست میکنم. خدا خیلی سخت غذا خوش میخوره و 6 میلیون تا ادا اصول باید در بیاریم تا غذا خوشکشو بخوره. قرص تقویت استخون مکمل پروبیوتیک. پروبیوتیک به صورت پودر میاد. بقیهش من نشستم دونه دونه پودرشون کردم. کجا رفت؟ فکر کنم نامید شد از صبحونه داشتن. پیکسی بیا بودو ببینه دوست داریم. بیا اینجا بودو. نمیخوره. خواهم میکنم گوش برد بهش بزنیم. پیکسی واقعا لوسی حالا که پیکسی داره لوس بازی در میاره میتونم صبحونه خودم آماده کنم. این اخیرا من خیلی رو فازه این بودم که فقط یک چیز میخورم. یه دونه نصفه بکنم داری. نه فقط 5 تا توش بود. اینقدر بسه؟ الان دیگه واقعا بسه. من بدون شکرش رو میگیرم چون توی شکرش با خورما شیرینش میکنم و توش قند میریزم. فکرم بهترین کاری نیست که میتونی بکنی با یک محصولی که قند نداره. این گوشت پیکسیه. بوش میاد توی هاوس هولدمون امروز هیچ کس حوصله نداشته چای درست کنه و مامانم اینو گذاشته برای من. اینو تازه یک نفر شکنده و امیدوارم دفعه بعدی من نشکنده باشم. میکنم دوباره استفاده بس دیگه. دوبار ازش استفاده شده که چند بار میشه از این استفاده کرد. امروز یکی مهده. الان این یک سری آدم ها و یک سری از شما ها توی مدرسه ای. ساعت 11 الان یک سری هاتونه که خیلی وقت تو مدرسه ای. امسا دومی سالیه که من نمیرم مدرسه.
و هر بار متشکرم بابتش. مدرسه اصلا چیز لذت بخشی برای من نبود چون خیلی گول دینر. چون خیلی باید با نظم و ترتیب و روباتیک یک سری کارها رو انجام بدی و این واقعا به من استراب میده. یعنی میدونم که میتونم مدرسه رو و تونستم، نمره هم همشون بالا بودن، ولی اصلا از لحاظ روانی نمیتونم بشم، از لحاظ مغزی فقط میتونم بشم. فکر کنم یک سینی از پیش توی اتاق هست و بعد بیارمش. اگر شما در خونه این هر روز این سهنه رو میدید. اتاقم یک فاجعه بینانالی بزرگ، یعنی این دراستان من رو میتونیم ببینیم و امروز واقعا مرتبش رو بکنم چون هوا داره خنک میشه و میتونم مثلا الان که داره ساعت گرمی هوا میرسه، چون من جلوی این چینه میخوام، خیلی حالا بد میشه توی گرما و کمدم هم خرابه، نمیتونم لباسامو بچینم توش. به خاطر همین اون میز کوچولو رو آوردیم و با اون کارمون رو راه میندازیم. اینجا هم که جای خوابمه، الان بهتون نشون میدم چطوری صبحونه میخورم و کار میکنم. بچه خوام در رو یکم ببندم، فقط مرسی خدا لوسی در رو مرمزه پیکسی باز میذارم که بتونه بره. آخ آخ خدا چقدر تو لوس و زشتی. با یادم رفت تو این، یادم رفت تو این قند بریزم. شیفاتون بدون اقل واقعا مزه هیچی میده. ایوه این بدارم با آب میخورم، من قند بریزم بیم. الان مزه که باید بدارم میده. امروز خیلی روز شلوغیه، وقتی به اتاقم نگاه میکنم میترسم. بعد بسته بندی کنیم پست تا ساعت بکنم 4 بازه و بعد سریع صبحونه اونو بخوریم، یه قسمت سریالمون ببینیم و به زندگی کاری استارت بدیم. جمله بندیم از هر زبان و از هر ادبیات و گرامری اشتباه بود، امیدوارم روی خودتون نیاریم. وای خیلی خوشحالم که این سریال رو دارم که ببینم. 2:10 نکنه بهتون بگم که چه سریالیه و اسپویلش کنید برام. قبلا این کار کردن آدم ها و خیلی من ناراحت شدم. فصل سوم یک سریالیم که خیلی جالبه. میتونستین حدس بزنید. فصل سوم یک سریالیم که مربوط به یک سریال دیگه است و هر دوشون خیلی محبوبن. وای قشنگ دارم لوش میدم. یعنی Look at her, she's so cute. پس من میدونم قضی درست کنم، پس لفتوور دیشب رو میخوام. ساندویج فلافل، پیاز سفالی، سس لیمو بسی. ساعت 3 یه سری بسته هست که بعد بسته بندیشون کنم برای داف. بسته بندی هم تموم شده و ریدیزاین کردیم پکیجینگ دافو، ولی هنوز نرسیده به دست من. یه سری هاشون هنوز ناقصه، به خاطر همین کارتای تشکر و همه اینها رو من دستی بعد تونتون بنویسم، آدرس ها رو بعد دستی بنویسم و بسته ها رو بفرستم. امیدوارم برسم به پست امروز. برای اینکه رو زمین نشینم بعد زمین رو بیارم بالا.
سعی کنم مثل پسرای بی خانمان لباس بپوشم که نیام بزنن گوشیمو یا سگمو یا خودمو. این ناخونم یکم بلند. خوشش نمیاد از قلده. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. بشین بریم بیرون. بشین. پیسی بشین. میدونم اینو دوست نداری ولی باید بشینی. پیسی بشینه. آفرین. بریم بیرون. بریم بیرون. اینقدر خمزه کشیدم که فین فین دارم میکنم. اینو باید باز کنید که سگتون مفصل‌های حرکتیش آزاد باشه. بریم بیرون. برو برو بریم برو بیرون. بیرون رفتن پیکسی همیشه به تنبل بودن من ارجحیت داره و میبره. تو خیلی دوست دارم یک ویدیو راجع به حیوان خانگی داشتن درست کنم ولی نمیدونم چرا انجامش نمیدم. فکر کنم اولویت چیزهای دیگه ای بوده برام. ولی حیوان خانگی داشتم واقعا جالبه. من خیلی صحبت کردن راجبش رو دوست دارم چون من فکر کردم که آدم ها یک سری چیزهایی رو به قطع میدونن راجب حیوان خانگی داشتن و بعد از صحبت کردم آدم هایی که حیوان خانگی ندارن فهمیدم که نه اینطور نیست. این پیکسیه بعد از نیم ساعت 40 دقیقه راه رفتن زیاد. فکر کنم بسشه. یعنی منو میخونه فقط میمیره میفته استراحت میکنه. انرژیش کاملا تخلیه شده و پیکسی سلام بریم خونه. میخواد بره خونه آب بخوره. همین الان رسیدم خونه. وای نکنه صدام نگرد بذارم رو خاموش کنم. بعد بذاریم پنجره رو بخوره. اونجایی که بدنم کوفت است که بعدم میگم چرا اتوان اصلا نمیتونی حس بزنی چرا دلم میخواست براتون یک غذایی درست کنم که شما بتونید درست کنید و بتونید وعده های غذایی منو به عنوان یک گیاهخوار ببینید و ببینید که فقط علف نمیخوریم. ولی امشب نشد. بلاگ بعدی یک آشپزی براتون میکنم که پشماتون بریزه. مامانم یه زمانی آیلتس میداد. آیلتس اصلا وقتی میکرد قهوه درست کنه مثلا یک بار درست میکرد تا آخر هفته. از اون موقع ما یاد گرفتیم که مثلا فکر کنم واقعا من یاد گرفتم بابامون راستی یاد نگرفتن. یاد گرفتیم که نگاه کنیم ببینیم توی یخچال چی داره خراب نمیشه، این چی خراب نشده هنوز و اونو به عنوان بعدی غذایمون استفاده کنیم. من هنوز این کارو میکنم چون خیلی وقتا اونقدر خستم تو میگم اونقدر خستم که مثلا انگار تو معدن کار میکنم. به خاطر همین یاد گرفتم که یخچال باز کنم و مثلا اگه دو تا غذای از دیشب پریشب مونده بود، اگه دو تا غذا باشه که مونده باشه با هیچ وقت الان بلند نگفتمش این موضوع رو. نگاه میکنم ببینم مثلا این مال کیه، مثلا این مال 3 شب پیشه، این مال 4 شب پیشه، پس بعد امشب این 4 شب پیشه رو بخورم چون داره خراب میشه. البته فکر کنم خیلی این کار میکنم. الان که دارمش فکر میکنم اونقدر یک چیز عجیبی نیست ولی من خیلی بد غذا بودم قبل. مثلا امکان نداشت برنج توی یخچال مونده بخورم. همه اینها رو گفتم، همه اینها رو بگم که قانع کننده باشه براتون وقتی شامم رو الان بهتون نشون بدم. شامم اینجاست. بدون اینکه ظرفی کثیف بشه، بدون چنگالی آشوبی. مصاره من از یخچال آوردمش. گرمش نگرم. من که زنگیلی چیرم. اتاقم هم دوباره بگم مامان تاک شد. آخه عکاسی داشتیم امروز، داشتیم منظورم من و خودم بودم.
و خیلی خوشگل شدن عکس ها. بریم تو اینستاگرام داف ببینیدش. فکر کنم یعنی وقتی این ویدیو میاد قطعا اون اونجا هست، ولی نمیدونم هنوز میخوام پست اسلایدیش کنم یا میخوام ریلش کنم، چون قرار فقط استوری باشه. توی داف به مناسبت اومدن پاییز تخفیف گذاشتیم، خودشو اینجا براتون مینویسم تا همه چیز تمام نشده برید یک نگاه بندازید ببینید چیزی رو میخواید یا نه. نیست جالب توی اینستا دیدم امروز، اینجا مینویسمش. اینستاگرام موقع زبونش کوتاه شده، یعنی زبون جنریشن زدی نسل ما موقع مختصر و کوتاهه، که تو اگر کلن توی اینترنت نباشی نمیفهمی اصلا چه خبره و طبیعیه که نفهمی. خیلی رندوم شت واقعا. The Lulu is the Salulu. Remember y'all, stay in the Lulu is the Salulu. خیلی خوبه، خیلی عالیه. دلولو از دلوژن میاد دیگه، این توهم. سلولو هم از سولوشن میاد، یعنی راه حل. میگه توهم، متوهم بودن راه حل زندگیه. دلولو از سلولو. انگار یک جمله الکیه انگار. روز کاری بالاخره تموم شد. این اولین بار بعد از مثلا 4-5 ماه که تونستم به خودم پتو بکشم و نمیرم از گرما به عرق نکنم و دلم نخواد دنیا تموم بشه و هیچ وقت دیگه زنده نباشم. به پنجره ها رو باز کردم، امیدوارم صدا بیاد، واقعا امیدوارم صدا بیاد. پنجره ها رو باز کردم که هوای تازه بیاد تو اتاق. آها، یه چیزی که خیلی مهم بود میخواستم حتما بگم اینه که من امروز رفتم برای اولین بار، رفتم دکتر زنان برای چکاپ رفته بودم و خیلی استرس داشتم و خیلی برام عجیب بود و خیلی تازه بود، عجیب نبود. و واکسن گارداسیل زدم اینجا، یکم دستم درد میکنه. و وقتی داشتم صحبت میکردم با خانم دکتره، درسته که واکسن گاردسیل یکم گرونه، ولی خیلی خوبه که اگر توانایی مالیشو دارید بزنید، به خصوص قبل از 26 سالگی. چون که داشتم صحبت میکردم و گفت الان دیگه مثلا بدنم به 99% از ویروس های HPV و چیزهایی که باعث سرطان رحم و سرطان تختان و اینها فکر کنم میشن، بدنم تا مادام العمر مثلا بهشون ایمنه و 3 تا دوز بعد بزنم و قیمتش خیلی زیاد بود. فکر کنم میتونید به صورت نسخه ای هم بگیرید، یا نمیدونم بیمه کاورش میکنه یا نه. یکم مطرح کردنش سخت بود برام با مامان بابام. میتونم بگم که چطور بگم میخوام واکسن بزنم، و اولین چیزی که به ذهن مادر پدر میرسه اینه که خب تو که مثلا ارتباط جنسی نداری، ولی اصلا ربطی نداره، لزوماً فقط از طریق ارتباط جنسی منتقل نمیشه. الان دیگه میخوابیم. ساعت چنده؟ ساعت 12:52 بام داده. دارم سعی میکنم ساعت خوابم رو درست کنم که بتونم صبح زود بیدار شم و به روش آخ دارم عرق میکنم. خب دیگه خوشحال شدم. دارم سعی میکنم برسم به بیشترین تایم روشنایی پاییز و زمستون، چون خیلی ناراحت میشم وقتی مثلا 3 ساعت بعد از بلند شدنم هوا تاریک میشه، اصلا برام راحت نیست. مرسی که تا اینجا اینجا بودید، مرسی که تا اینجا تا این لحظه اینجا بودین و امروز رو با من زندگی کردین، روز پر درامای هاوسهولد تاجیک. تا تقریبا دارم هر هفته، آره دیگه الان 3 هفته است که دارم هر هفته ویدیو میزنم و احتمالا قرار ادامه پیدا کنه. میخوام برم بخوابم با عروسگم که از مثلا کلاس دوم باش میخوابم. میخوام بخوابم. این گربم اینو خراب کرده، گربه قبلی منو گربه ندید. شب